به نام خداوند بخشنده مهربان. درس ها و پند ها پیرامون تبدیلی قبله. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است. در قرآن کریم خود چنین می فرماید که ترجمه آن زیر است: نیکی این است که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده باشد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و گدایان و در راه آزادی بردگان بدهد و نماز را برپا دارد و زکات را بدهد و وفا کنندگان به پیمانشان چون پیمان بندد و کسانی که در فقر و سختی و زبان و زیان و بیماری و به هنگام نبرد شکیبایند، اینها کسانی هستند که راست گفتند و آنها پرهیزگارانند. گواهی می دهم بر این که نیز معبود برحق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکت بر او و بر آل و اصحاب او باشد. و بعد، همانا بخشش ها و مهربانی های الهی بر امت محمدی در ماه شعبان بیشتر از حساب و شمارش می باشد. در واقع برخی از واقعات بزرگی را که در این ماه جشن می گیریم، واقعه تغییر قبله از بیت المقدس به بیت الله شریف است. چنان واقعه که مهمترین واقعه تاریخ اسلامی ما پنداشته می شود. چون خداوند جل جلاله خواهش حبیب مصطفی خود صلی الله علیه و سلم را پذیرفت و او را به ارمغان و اهداف رساند. او را در نمازش به طرف کعبه شریف قبله پدرش حضرت ابراهیم علیه السلام متوجه ساخت. او صلی الله علیه و سلم پیش از هجرت در نمازش به سوی بیت المقدس متوجه می شد و پس از هجرتش نیز مدت 16 یا 17 ماه به این وضعیت ادامه داد و همیشه اشتیاق شدید داشت تا وحی نازل شود و او را به روی گردانیدن به سوی مسجد حرام دستور بدهد و از دل به درگاه خداوند با زبان حال دعا می کرد و یقین داشت که پروردگارش امید او را برآورده می سازد. پس خداوند دعای او را اجابت کرد و به او دستور داد تا در نمازش به سوی کعبه شریف متوجه شود و طوری که می فرماید، ترجمه: به تحقیق ما گرداندن روی تو را به سوی آسمان میبینیم، اکنون تو را به سوی قبله ای که با آن خوشنود شوی باز میگردانیم. پس روی خود را به سوی مسجد حرام کن و هر جا که باشید روی خود را به سوی آن بگردانید. بدون تردید کسی که پیرامون تحویل قبله به دید دقیق بنگرد، درس ها و پند های زیادی واقف خواهد شد، مانند بزرگی جایگاه و بلندی شوکت و بیان منزلت پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد پروردگارش، قسمی که در این فرموده خداوند متعال به پیامبرش اشکار می فرماید: اکنون تو را به سوی قبله ای که با آن خوشنود شوی باز می گردانیم. این همه فضل و احسان خداوند و بیان بزرگی جایگاه پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود، چنانچه می فرماید: و ادامه فضل پروردگارش بر او چرانه، خداوند ذاتی است که سینه او را باز نمود، طوری که می فرماید، ترجمه: ای پیامبر، آیا ما سینه ایت را برایت نگشودیم و بار دوش او را رفع نمود؟ چنانچه می فرماید: و بار سنگین تو را از دوش تو بر نداشتیم، گناهان او را بخشید. براستی ما برای تو فتح و پیروزی اشکار مقرر کرده ایم تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزد. و زبان او را تزکیه نمود، چنانچه می فرماید: و از روی هوای نفس سخن نمی گوید. همچنین قلب او را تزکیه کرد. قلب محمد صلی الله علیه و سلم آنچه را دید دروغ نگفت. عقل او را تزکیه کرد. یار شما یعنی محمد صلی الله علیه و سلم گمراه نشده و راه را گم نکرده است. و بینی و دیدن او را تزکیه کرد، چنانچه می فرماید: چشم پیامبر خطا نکرد و از حد نگذشت. و استاد او را تزکیه نمود، چنانچه می فرماید: فرشته بس نیرومن یعنی جبریل علیه السلام او را تعلیم داده است. اخلاق او را هم تزکیه نموده، چنانچه می فرماید: یقینا تو ای محمد صلی الله علیه وسلم بر اخلاق و خوی بسیار بزرگی و والایی هستی. و همه خصال و اخلاق او را تزکیه نموده است، چنانچه می فرماید: یقینا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی است. و برخی از درس های آموخته شده از تحویل قبله
وجوب تمسک امت محمد بر منهاج میانه روی و اعتدال است. در واقع این حادثه بزرگ مبدا میانه روی امت اسلامی را اساس گذاری نمود، طوری که خداوند متعال می فرماید ترجمه: و همچنین شما را امت میانه رو قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید، چنان میانه روی که بدون افراد و تفرید شامل همه بخش های زندگی می شود. پس این میانه روی به معنای عدالت و نیکویی، اعتدال و برابری می باشد. باید ما دوباره به همان میانه روی که خداوند توسط انوار عزت داده است برگردیم و در همه امور ما میانه روی واقعی بوده باشیم، چون خداوند متعال می فرماید ترجمه: و هرگز دستت را به گردن خود نبند و ترک انفاق نکن و پیش از حد آن را نگشا، آنگاه سرزنش شده در مانده بنشینی. و همچنین می فرماید ترجمه: و کسانی که چون انفاق کنند اسراف نمی نمایند و سختگیری نمی کنند و بین این دو روش اعتدال دارند. و برخی از درس های گرفته شده از تحویل قبله سرعت پیروی مسلمانان از امر خداوند جل جلاله و رسولش صلی الله علیه و سلم بوده. این سرعت در اتباع خود دلیلی است بر اعتماد صحابه رضوان الله تعالی علیه مجمعین بر تمام آنچرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم از طرف الله به ارمغان آورده است، زیرا الله قلوبشان را به پذیرش حق چنان فراخ ساخت. الله خود می فرماید ترجمه: و ما قبله هایی که بر آن بوده ای و تا کنون به سوی آن نماز خوانده ای و هم این که فرمان رو کردن به جهت کعبه صادر شده است قبله ننموده بوده ایم، مگر این که بدانیم چی کسی از پیامبر پیروی می نماید و چی کسی بر پاشنه های خود می چرخد و به عقب بر می گردد. و اگر چی تغییر قبله برای کسی که الفت گرفته است بدان رو کنند بس بزرگ و دشوار است، مگر بر کسانی که خدا آنها را رهنمود کرده است و خدا ایمان شما را ضایع نمی گرداند. پس تحویل قبله از مسجد اقصی به سوی مسجد حرام به مجرد اصدار امر الهی، آن هم در وقت ادای نماز، بهترین مثالی است به سرعت پیروی صحابه از امر الله و امر رسول که به این امر لبه گفتند و بدون تاخیر و مجادله حتی برای اتمام نماز و بدون از شک و تردید به فرمان الله دستورش فرمان برداشتن، در حال رویهایشان را از مسجد اقصی به سوی مسجد حرام گشاندن که به رکوع بودند. از عبدالله ابن عمر روایت شده است که مسلمانان در قبا مصروف ادای نماز صبح بودند، شخصی آمد و گفت در این شب بر پیامبر قرآن نازل شده است و در آن امر به این شده است تا مسلمانان به نمازهایشان به کعبه رو آوردند. پس مسلمانان در حالی که روهایشان به سوی شام یعنی بیت المقدس بود و نماز میکردند به سوی مسجد حرام رو آوردند. و همچنان آنچه به عنوان درس از تحویل قبله برمیآید، اهمیت و جایگاه نماز در شریعت اسلام و بیان رحمت بی پایان الله بر بندگانش از قرآن کریم، نماز و دو واقعه بزرگی از مشهورترین واقعه در تاریخ اسلام را با هم ربط داده است، به معنی که نماز در شب واقعه تاریخی معجزه اسراء و معراج در بالای هفت آسمان بر امت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض گردیده است که این امر بیانگری بزرگی شان نماز در اسلام می باشد. همچنان که در بحث قرآنی از تحویل قبله به سوی مسجد حرام تعبیر به ایمان شده است، خداوند متعال می فرماید ترجمه: خدا ایمان های شما را ضایع نمی سازد، ایمان یعنی نماز های شما را که از تحویل قبله خواندید ضایع نمی سازد. از ابن عباس چنین روایت است: زمانی که رسول خدا به تحویل قبله از مسجد اقصی به مسجد حرام امر شد، صحابه گفتند حال آن برادران ما که قبل از امر تحویل قبله وفات نمودند و نماز هایشان را به سوی بیت المقدس ادا کرده بودند چی خواهد شد؟ پس خداوند این آیه را نازل فرمود که و ما کان الله لیضیع ایمانکم، خداوند ایمان های شما را ضایع نمی سازد. و بر این آرامش بر قلوب مؤمنین نسبت به نمازهای سابقهشان به سوی بیت المقدس بود. پس کلمات آخر آیه برای سردی و سلامتی دلهای مؤمنان و تشویق همه مردم به ایمان نازل گردیدند. خداوند می فرماید ترجمه: بیگمان خدا نسبت به مردم بس رؤوف و مهربان است. درس دیگری که از تحویل قبله برمی آید اظهار رابطه محکم و علاقه قوی میان مسجد حرام به مکه مکرمه و مسجد اقصی به بیت المقدس است که برای اولین بار مسجد حرام و در مرتبه دوم مسجد اقصی به خاطر عبادت الله بر زمین بنیان و نهاده شده است. از ابی ذر رضی الله تعالی عنه روایت است فرموده که از رسول الله پرسیدم کدام مسجد برای اولین بار بنا و نهاده شده است؟ فرمودند مسجد حرام. گفتند
بعد از آن فرمودند مسجد اقصا، پرسیدم چند سال تفاوت میان آنها وجود داشته است؟ گفتند 40 سال. و فرمودند هر جایی که وقت نماز شد نماز را بخوان، آنجا برایت مسجد است. چنانچه واقعه اسراء و معراج ربط میان این دو مسجد قائل است، تحویل قبله نیز میان این دو مسجد علاقه محکمی قائل شده است. الله جل جلاله می فرماید، ترجمه: تسبیح و تقدس خدایی را سزا است که بنده خود محمد صلی الله علیه و سلم را در شبی از مسجد حرام یعنی از مکه به مسجد اقصا بیت المقدس برد. از این جاست که حمایت و عدم تفرید به حق هر کدامی از این دو مسجد همسان از واجبات هر فرد مسلمانان بوده است، زیرا این دو مسجد تا قیام قیامت از امانت های الله نزد مسلمانان می باشد. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام، امتیاز و یا برتری زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام مراحلش ایجابی و یا مثبت بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سن 15 سالگی در اتفاقی حلف الفضول، اتفاقی که به خاطر گرفتن حق مظلوم از ظالم توسط سران قریش در خانه عبدالله بن جدعان صورت گرفته بود، اشتراک ورزیدند. در این اتفاقیه سران قریش عقد و تعهد بستند که در مکه مظلومی اگر دیده شود دستش گرفته و با وای تعاون و همدردی صورت گیرد، و اگر بالای کسی ظلم صورت گرفت باید حق مظلوم از ظالم گرفته و حقش واپس گردانیده شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: همانا در خانه عبدالله بن جدعان شاهد سوگندی بودم که برای محبوب تر از شتران سرخ بود. اگر با آن در اسلام دعوت شوم حتما میپذیرم. و در سن 35 سالگی با حمل سنگ های طاقت فرسا در شانه های مبارکشان در ساختار و تجدید خانه کعبه شریف سهم گرفتند. در آن وقت هینی گذاشتن سنگ حجر اسود نزاع شدید میان اهل قریش صورت گرفت. هر یک میخواست شرف گذاشتن سنگ حجر اسود را داشته باشد. در فرجام هم اهل قریش رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خاطر اخلاق و سلوک نیک که داشتند برای گذاشتن سنگ حجر اسود انتخاب کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از مبعوث شدن و پیامبری قدوه و یا الگوی ایجابیت و مثبت اندیشی بودند، چنانچه در همه امور الگوی امت اسلامی هستند و همواره اصحاب کرام را به ایجابیت تشویق میکردند. ایجابیت و یا مثبت اندیشی به معنای احساس مسئولیت در قبال دین و وطن می باشد. دوست داشتن وطن منحصر به مشاعر و عواطف قلبی نیست، باید این مشاعر و عواطف لباس عمل را نیز با خود داشته باشد. بناً انسان ایجابی به کسی اطلاق می شود که با قضایای مجتمع خود را ساخته و تاثیرگذاری و مثبت روی جامعه می گذارد. بدون تردید از پدیده های ایجابیت مشارکت در آن چیزی که خدمت در مجتمع و سبب بنای دولت، حفظ امنیت، استقرار و تطور می گردد می باشد. برابر است که خدمت گذاری از طریق دفاع و وطن صورت می گیرد و یا از طریق عمل و یا مهارت خاص دیگری که و یا هم از طریق خدمت گذاری به ابنای وطن. چنانچه احمد شوقی می گوید: یقینا برای وطن در خون هر شخص آزاد دست قرضه ده و دین مستحق است. خدایا حقیقت حق را برای ما آشکار و ما را از پیروان آن بگردان و بطلان باطل را آشکار و پرهیز از آن را بروزی گردان. یا الله مصر و ملت و اردش و پولیس آن را حفظ نما.